میگه که وقتی که روز قیامت میشه، خداوند اولین و آخرین رو جمع میکنه، دو منبر نور میاره در پهلوی عرش میزنه، و یکی در راست یکی در چپ. دو شخص میرن اون بالا، از راست عرش صدا داده میشه که ای مخلوقات، ای انسان ها، ای مخلوقات، هر که منو میشناسه میشناسه، هر که منو نمیشناسه، من رضوان خازن جنتم. خداوند به من دستور داده که کلید جنت را دست محمد بدهم علیه السلام، و محمد به من دستور داده که کلید جنت را به ابوبکر و عمر بدهم، تا هر کی را که دوست دارند وارد جنت کنن، تا دوستانشون وارد جنت کنن. علافش خودم بیدار باشید و شهادت گواه باشید. چی فرقی بین این افراط ها، بین این شرک ها، بین این گزاف گویی ها و گزاف گویی های ملایان جاهل شیعه راجب مراجع جاهل شیعه راجب سیدنا علی رضی الله تعالی عنه وجود داره؟ هیچ. سنیان اثناعشری با شیعیان رافضی سبعی برادران با هم، اینها اینا رو سنی میدونن. دوباره از چپ عرش صدا داده میشه، دوباره ای مردم، هر که من میشناسه میشناسه، ای مخلوقات، هر که نمیشناسه، من مالک خازن جهنمم. خداوند به من دستور داده که کلید جهنم را بدم به محمد، و محمد به من دستور داده که کلید جهنم را بدم به ابوبکر و عمر، که هر که را که دشمنشون بوده بفرستن جهنم. بیدار باشید و شهادت بدید. بیا دیگه چیکار میکنی؟ یک معرکه اونجا بین اینها و بین شیعیان رافضی وجود داره، بین سربازانی که سربازان مجهولی که برای علی مجهول درست کردن، و بین سربازان مجهولی که بین عمر مجهولی که اینها درست کردن. یک عمر خاص درست کرد، ابوبکر عمر خاص برای خودشون درست کردن. ابوبکر که تاریخ میشناسه، ما میشناسیم، بری از این گزافگویی هاست. الامن والعلا از بریدوی صفحه 57 نقل میکنه.